ادب نثار همتان به محفل تقدیر از دانش آموزان ممتاز آموزشگاه آریانا خوش آمدین. امید است روز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. متن را که ترتیب دادیم درباره این است چگونه فرد موفق در جامعه باشیم. انسان موجود اجتماعی است و برای اینکه بتواند برای جامعه مفید باشد باید به نکات بسیار مهم دقت کند. اول باید بداند در زندگی اجتماعی همه به هم وابسته می باشند، ولی در عین حال انسان ها با یکدیگر متفاوت هستند و هیچ فرد کاملا شبیه انسان های دیگر در جامعه نمی باشد، حتی اگر اعضای یک خانواده باشند. خصوصیات، احساسات، افکار، توانایی و استعدادهای هر شخص با دیگران متفاوت است. هر یک از ما انسان ها می توانیم عضو مفید و با ارزش برای جامعه باشیم. فقط کافی است خودمان را بهتر بشناسیم، خودمان را بپذیریم و از توانایی هایمان به خوبی استفاده کنیم. درست مثل اعضای بدن که با هم متفاوتند و وظایف مخصوص دارند، ولی همشان مفید و ضروری و لازم هستند. همه ما در وجود ما زیبایی ها و نکات ارزشمند و استعدادهایی داریم که باید آنها را کشف کنیم تا از وجود خودمان راضی باشیم. به این ترتیب احساس خوشایندی خواهیم داشت. برای اینکه بتوانیم مفید باشیم باید خوب زندگی کنیم و از جسم و روان خود خوب مراقبت کنیم. لازم است فکر کردن را به خوبی یاد بگیریم. باید بتوانیم از نیروی فکر خود استفاده کنیم و برای خود یک زندگی سالم و شاد بسازیم. اگر هر کس از سن کم یاد بگیرد خوب فکر کند، می تواند مشکلات و مسائل خود را خوب حل کند. تا وقتی که بزرگتر شد کمتر. All to it cannot speak. There are different kind of books, such scientific books, hustler's book, story book, and etc. But every book has the value to studying and the present different issues and information to us. I kindly ask you to please study any books in your free time. Thank you very much. Our from Mr. Abdul Waris. He actually presented a base or a good topics for us. در این قسمت از پروگرام از محترمه مریم صمیمانه خواهشمندیم تا به عقیب میز خطابت تشریف فرما شده و با سخنان اندیشمندانه ایشان محفل ما را زیباتر بسازند. محترمه مریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه مهمانان گرامی و استادان بزرگوار، در قدم نخست تحفه سرور کائنات فخر موجودات را به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تقدیم می دارم. و ثانیاً می خواهم چند دقیقه پیرامون موضوع مورد بحث خود که در مورد نقش جوانان در عرصه پیشرفت علم در جامعه چیست صحبت نمایم. اول، نقش قرآن در برانگیختن افکار و اندیشه چیست؟ بیان قلم رکن اساسی علوم بشری است. آنچه که امروزه به عنوان علوم و فنون در اختیار ماست در حقیقت تحفه است که الله رب العزت به ما جوانان عطا کرده است. خداوند متعال در قرآن کریم عطای این دو نعمت بزرگ را برای ما انسان ها یادآور شده است. نخست الله یکتا در مورد تعلیم بیان می فرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. و در مورد تعلیم قلم می فرماید اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تولید هر گونه علم با خواندن اقرا آغاز شده است. بدون شک وحی الهی و آموزه های وحیانی انبیا علیه السلام مهمترین نقش را در فراگیری علمی ما جوانان دارد. حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرماید علم و دانش زینت ثروتمندان و دارایی فقیران است. همچنان یکی از راه های پیشرفت و ترقی یک کشور سرمایه گذاری بالای جوانان و خصوص طبقه روشنفکران جامعه می باشد. جامعه ای که بالای جوانان خود سرمایه گذاری نکند در حقیقت تیشه به پای ریشه خود زده است. از آنجایی که جوانی فرصت بی‌بدیل زندگی و سرآغاز استحکام شخصیت و بروز استعدادهای نیروی انسانی می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده پس می توان گفت
جوانان عظیمترین نیروی انسانی، کارآمدترین سرمایه اجتماعی و بزرگترین معدن و گنج یک جامعه می باشند. وطن روح من، عز و ایمان من، وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من، وطن در رهت جان ساری کنم، زخون خاک تو. همه و همه امروز ایسان که نسل جوان امروز رهبران فردا هستند، نسل جوان امروز ستون فقرات یک جامعه هستند، نسل جوان امروز اساس یک جامعه را شکل می دهد و تمام آرزوهای یک ملت وابسته است به نسل امروز. مردم توقعشان از نسل جوان و از نسلی که هر روز با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند و مسیری موفقیت را رها نمیکنند و این اعتبار و اعتمادی که به این نسل داره، شما هستین که به خاطر ساختن فردای جامعه کار مینماین. دقیقاً با وجود سیلابی از مشکلات او کومک داده مسلمانانو چې اسوک تربیت ضرورت لري، سالم تربیت ضرورت لري، کومک سره وکي، یا دانش ته تعلیم ته ضرورت لري مسلمانانو، نو هغه سره کومک، یا مادیاتو ته اقتصاد مشکل ولري هغه سره کومک وکي. مسلمانانو نن زمونږ دغه جامعه والله یو شور ده، هغه شور تبلیغاتی مسله ده، هیڅ هم نشته ان شاء الله. الله رب العزت به ټول اسانی راولی. هغه چې د ورځې 300 و 400 کسان مړ کېدل، نن هغه نشته مسلمانانو. والله لږ متوجه اوسېږي، زه به خپله دا ځینو مړو څوک چې مړ کېدل پاسه درې ته بتلم، د ورځې به د ملي اردونه یا زموږ نورو نه 300 و 400 نفر به مړ کېدل، لیکن مسلمانانو هغه نشته. دا تبلیغات یو د سی سطحی مسله د مسلمانانو، ان شاء الله الله رب العزت به اسانی راولی. من د دې ورځې په امید یستو چې الله رب العزت به په دغه خدمت باندې د تعلیم د تربیه دا ټول انسانتیا به ان شاء الله راولی. من ان شاء الله امید لرو، الله رب العزت باندې یقین لرو چې دا ورځې به راځي ان شاء الله. ټول دعا کوو الله ته چې دا ورځې به الله راولی مسلمانانو. بل خبره دا جامع مسلمانانو، رسول صلی الله علیه و سلم فرمایي، اخیری حدیث اخیری بخش درته وایم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمایي، الله له هغه چا سره محبت کی اذا عامل عملا، چې عمل کوي کار کوي، فاتقنا انجینری زده کړله. رسول صلی الله علیه و سلم فرمایي، خو ډیره ښه زده کړله، دهقانی زده کړله ډیره ښه زده کړله، انګلیسی زده کړه دیر خیز دکړه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمای، الله له هغه چا سره چې عمل وزک کار زک لیکن فات قنا خیز دک. مسلمانانو نن زمنګ دغه ټولنه دا جامعې داس خلکو ته ضرورت لري. اے هغه کس چې انګلیسی زده کړي، ډیر ښه قوانینو سره زده کړي، ماضی حال مستقبل ټول به ښه پويږي. خب رسیدیم به خیر به تفویض لوح سپاس و همچنان تفویض تقدیرنامه برای دانش آموزان سربلند و ممتاز آموزشگاه آریانا.